سلام، امیدوارم که خوب باشید. امروز اومدیم با یه نقد و بررسی جدید میخوایم بررسی کنیم آهنگ جدید یاس، یعنی لالو، ببینیم دیس به کی بود و چی بود داستانش. اما قبل از هر چیزی یادتون نره که حتما کانالو ساب کنید. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. اولین چیزی که باش برخورد میکنیم توی موزیک کاورش هست و کاورش خیلی ها میگن کاور ساده بود، اصلا کاور نبود و این چی و این داستانا. اما اگه دقت کنید میبینید که یک شخصی که احتمالا یاس باشه اونجا نشسته، پاش رو پاشه و داره نگاه میکنه، تو استودیو هست. خب این منظورش چیه نسبت به اسمی که ترک داره و به هر حال حرفایی که میزنه و همسو با موزیک؟ اگه دقت کنید منظورش اینه که شما اونجا دارین دست و پا میزنید، به من میگید لال خیلی حرفا پشت سر من میزنید ولی من خیلی اینجا ریلکس نشستم، شما علافای هرز اونجا دارید وول میخورید، این داستانا، من ریلکس نشستم، خیلی راحتم میام جوابتون رو میدم میرم. و خب این منظوریه که داره. و اگه اسم ترک رو نگاه کنید که لال، خب منظورش اینه که خب خیلی بهش میگفتن یاس لاله، مثلا مهدیار و اینا بهش میگفتن که آقا چی شد تو این 6 ماه که همه اتفاقا اون افتاد و اینا نبودی، و بهش میگفتن لال. و از یه سمت دیگه این منظور داره که آقا من لالم اینجوری نشستم ولی میام این کارو بهتون میدم و تش شما لال میشید. این منظور اصلیه که میتونه داشته باشه و توی آهنگم خیلی ریلکس یه تک میاد و میخونه تکستشو، جواب همه رو میده و میره. خب این بود توضیحاتی درباره اسم و به هر حال کاوری که داره این آهنگ، و به هر حال نظر منه و اینجوری به نظر میاد از چیزی که داره که 100% ممکنه درست نباشه. اما اگه کار دقت کنید همینجوری اولش میاد میگه که مثل علفای هرز میمونن این خبر رو دوره من، اما به گوشم میرسه که میگه من لال شدم. بعد میگه که این ترسناک ترین روال خفه کردنه که فشار دستا رو حس نکنی پس گردنت. خب این میتونه منظور زیاد داشته باشه. یکیش این که به هر حال اون کسایی که دارن پشتش حرف میزنن دوستاشن، و خیلی برخلاف این که میگن این تیکه به بهرام نسبت به یکی از آهنگاش داشت، که اگه دقت کنید اون فقط خفه کردنش، نه همه بقیه شبی نیست. و یه استعاره‌ای که اینجا داره، این منظورش اینه که داره میگه اگه دقت کنیم یه بودی من بخونم، میگه فشار دستا رو حس کنی از پس گردن، این ترسناک ترین روال خفه کردنه. که خب این منظور میتونه دوستی باشه که داره از پشت به نوعی خنجر میزنه یا داره اینو خفه میکنه، و خب همینجور علفای هر زمان خبرها و این چیزا که میپیچه میتونه این داستانا براش داشته باشه. اما اگه دقت کنیم خیلی یه تیک این آهنگ میره جلو و بیت یک نواخته تقریبا و نه کارس داره نه هیچی، اما مسئله که هست خیلی جالب با قافیه های خفن، قافیه های چند سیلابی و همینطور اصلا یه رپ مدرن خوب، با این که فلوش خیلی ساده است اما یه رپ واقعا عالی از لحاظ تکنیکی و تکسش، اگه بخوایم مد نظر داشته باشیم و فوق العاده است، خیلی باحال جواب خیلی ها رو میده. اما خب این ترک خیلی جاش مشخص نیست که مثلا بعضی جا فکر میشه که آقا هم دیس به زد بازی، هم بعضی جا حس میشه که طرفداری از اونه، و خیلی جاها به هر حال دو پهلوه و نمیشه درست جبهه گیری کرد. اما چیزی که معلومه 100% هیچ کس و حسین این تو دیس شده. حالا بیا فرو کن تو سر که بابا فردا حالاست، مملکتی که هرگیر رو داری حل بالاست، سمت ما به همت و ثبات این کله بالاست، دهن شمارم نمیشه بس حتی با ماست. تیکر شنیدید؟ میگه که حالا بیا فرو کن تو سر که بابا فردا حالاست، مملکتی که هرگیر رو داری حل بالاست، سمت ما به همت و ثبات این کله بالاست، دهن شمارم نمیشه بس حتی با ماست. اول قافیهاشو ببینید که چقدر باحاله، حل بالاست کله بالاست، و خیلی باحال هم میاد تیکه های اجتماعی میندازه تو این ترک، همینجور که مثلا اینجا میبینید هم داره اجتماع رو نقد میکنه هم رپ کنا رو. و اینجا شعبه ای که داره خیلی ها میگن دهن شمارم نمیشه بس حتی با ماسک، که خیلی ها میگن این خب داره مثلا طرفداری مهرادو میکنه اونجوری که بود. من فکر نمیکنم یاس اومده باشه طرفداری مهرادو کرده باشه، و حتی احتمالش هست که این از قبل نوشته شده باشه. اما منظور کلیش اینه که شما خیلی راحت دارید حرف میزنید، چون بالاتر هم گفته بود که آزادی بیان مود شده، همه جیگردار شده، حالا که این مود شده همه دارن حرف میزنن و همینطور حرفاشون واگیر داره و حتی دهنشون رو با ماسک نمیشه بست. منظورش اینه، من فکر میکنم هیچ ربطی نداره با اون برحالتی که مهراد میگفت، مهرادیده میگفت، و این منظورش اینه که این آزادی بیان، این بیخودی، این ویروسی که شما دارین رواج میدین
حتی از کرونا بدتر و با ماسک هم نمیشه جلوشو گرفت و جلوی شما جیگردارایی که آزادی بیانو مد کردید و بگیرید. لب در چی قافیه وقتی محتوا رو بی محتوای استوار گل مبتلا هم است پیر جوان مغز نوجوان راه من جدا پی سبک خود کفا. اونجور که شنیدید یه سری تیکه رو میندازه و خیلی ها میگن این لق قافیه تیکه به قافه. نسبت به شخصیتی که از یاس ما میشناسیم، یاس هیچ وقت نمیاد به هوادارا و مردم توهین کنه و این تو وقتی میگه لق هرچی قافیه، یعنی هرچی قافیه، خب میره سمت طرفدارای قاف اگه بخوایم نگاه کنیم، نه که خود قاف. مگه قاف چند تاست که بگه لق هرچی قافیه؟ من فکر نمیکنم همچین منظوری رو داشته باشه یاس، چون همونطور که شخصیتش رو میشناسیم منظورش این نیست. اما اینجا دقت کنید خوبتر، میگه لق هرچی قافیه وقتی محتوا رو بی محتوا استوار گله مبتلا از پیر و جوان و مغز نوجوان راه من جدا پی سبک خود کفا. خب همونجا که میبینید میگه کل گله مبتلا، یعنی این رپی که الان هست همونجور که قاف میگفت به جز رپ همه انگل صوتی، اینم اینجوری جواب میده و میگه که کل شماها رو بی محتوا سوارید و اصلا این محتوا نیست و من میخوام راه همون جدا کنم پی راهی برم که از خودمه و خود کفاست. پایین‌ترش هم دقت کنید میگه و یه جوری داره میگه که چون میگه این تعریف مرزیه که بینمون کشیدم، این تعریف اصلیه و همینجوری داره خودشو جدا میکنه اینم به نوعی و میگه من با شما جدام و سبک من سبک خودمه. اما این تیکه رو بشنم. تو خوب میشناسم تو رو، از توی خودت میکشم بیرون و میندازم جلو رو. بابا تو هر کی بالاست گفتی پشتش بره، حیف دست که بخواد واسه تو مشتش کنه. داخ ناچیز آدم باید یه حجم منطقی تو خودش ببینه که بخواد اون خشکش کنه. اول این تکست به هر حال گفت اما تو، یعنی داره یه دونی اشاره میکنه به کسایی که میانو قاضی ان که اینجا احتمال زیاد هیچ کسه و میانو همه رو نقد میکنن و شما اینجوری شما اینجوری شما اونجوری. بهش میگه من تو رو میشناسم، خودت رو در میارم میندازم جلو، تو که انقدر واردی تو این داستان به خودت میسورمت، خودت میفهمی چیه داستان. میره جلوتر و میگه برو بابا هر کی بالاست گفتی پشتش پره، حیف دست که بخواد واسه تو مشتش کنه. داخل ناچیز آدم باید یه حجم منطقی تو خودش ببینه که بخواد اونو خشکش کنه. خب اینجا خیلی دو پهلوه و تیکه هم به حسینه هم به هیچکس. میگه برو بابا تو گفتی هر کی پشتش پره، به هر حال هر کی بالاست پشتش پره. خب اشاره داره به قسمتی که حسین میگفت به هر حال موئر باباش فلان و باباش بیسار اومده بالا و رانتی حسین اعلام میکرد چند وقت پیش و اشاره میکرد که اونم پشتش پره. اینجا تیکه که به حسین میندازه اینه و پایین منظورش اینه حیف دست که بخواد واسه تو مشتش کنه، یعنی حیف اینکه آدم خواب این مشت کنه بزنه تو صورتت، یعنی حتی در حد اینم نیست، یه جوری همین حرفو داره میزنه. و اون معنی دیگه اش که به هر حال خب داستانی که بین زد بازی و به هر حال سروش هیچکس هست که به هر حال میگفتن سپاهی و از اونورم تیکه به آهنگ دستاشو مشت کرده، که خب اینجا من خیلی شاید بگم نه شاید طرفداری نکنه، ولی من بعید میدونم که یاس ندونه این داستان چی بوده و منظور بیتش هم که انقدر معلومه رو یعنی خودش نفهمیده باشه. من فکر نمی‌کنم همچین چیزی بوده و منظورش هست، چون آقای پایینش هم ببینید میگه داخل ناچیز آدم باید یه حجم منطقی تو خودش ببینه که بخواد اونو خوشکش کنه، که اشاره به حجم و ابعاد بچه‌های ملتفت داره که خیلی هم لاتبازی در میارن و به هر حال یکم مثلا هیچکس لاغر و این داستان‌ها. اینم منظورش اینه که آدم وقتی میخواد خوش کنه عضلاشو خوش کنه این داستانا، باید یه حجمی داشته باشه که اینو خوش کنه قشنگ بیاد دیگه. مثلا من که نمی‌تونم برم خوش کنم، من باید اول برم حجم بیارم، یعنی کسی که لاغره. اینجا منظور همین بود و اینجوری تیکشو میندازه که تو همه آهنگاشون هم تقریبا دارن این ادعاهای برها لاتیو میکنن که بیاین این داستان و این حرفا و این حرفو بهشون میزنه. وقتی حتی بعد بمب اتم سوست نمرد نخاله زنده است تا زبال تان تاری ظاهر و باطنی پشت روی ظاهرا گرسنه نیستی باطنا گشنه خویی لافتو از پایین زدی ساکن پشت بومی قلمو دست من صاف بشین تو پشت بومی. خب نسبت به تیکه‌ای که فدایی به هر حال یه تیکه از شعرش تو آلبوم مجاز تو منکی هم که میگفت من زندم تا زبال دان تاریخ تیکه انداخته بود، اینجا یاس بهش تیکه میندازه، میگه حتی وقتی بعد بمب اتم سوسک نمرد نخاله زنده است ته زباله‌دان تاریخ. اما یه جای قشنگی که داره این پایین هست که خیلی قافیه هاش باحاله و باحال در آورده، اینجاست میگه ظاهر و باطنی پشت و روی ظاهرا گرسنه نیستی باطنا گشنه خویی لاف تو از پایین زدی ساکن پشت بومی قلمو دست منه صاف بشین تو پشت بومی. خب خیلی والا اینجا تیکه باز خیلی واضحه به هر حال بچهای ملتفت، حتی داریوش هم میشه گفت که به هر حال خیلی ادعای بچه پایین دارن در حالی که بعضیاشون به هر حال پایین شهر نمیشینن، مثلا قاف و به هر حال بقیه دوستان. و اینجا نگاه کنید میگه ظاهر و باطنی پشت و روی، یعنی آقا تو
ظاهر و باطنت فرق داره، چیزی که داری نشون میدی اون چیزی نیست که تو خودته، گرسنه نشون میدی اما از داخل گشنه خویی. بعدش میگه لاف تو از پایین زدی ساکن پشت بوم، که معلومه ساکن پشت بومی، بچه پایین نیستی بچه بالایی. بعد میگه قلمو دست من صاف بشین تو پشت بومی. اینجا منظورش اینه که من دارم تو رو نقاشی میکنم، تو اون پشت نشستی صاف بشین بذار من نقاشیت کنم. یعنی کل این بازی جوری دست من خودت رو من شکل میدم، منظوریه که یاس داره. و خیلی جالبه اینجا دو قافیه پشت بومی که دوتا معنی مختلف میده، خیلی جالبه که یه جور جناس تام هم هست. اون که نردبون زیر تو شکون، من نبودم اونه که بهت تو دینشو چپون، من زیستن رو نوشتم تو زیست تو بخون، من اگه خطر میکنم میخرم ریسکشو به جون. تر میگه اون که نردبون زیر تو شکون، من نبودم اونه که بهت تو دینشو چپون، من زیستن رو نوشتم تو زیست تو بخون، من اگر خطر میکنم میخرم ریسکشو به جون. خب اینجا تیکه‌ای که میتونه داشته باشه اینه که خب خیلی‌ها میگن که به هر حال سیاستایی که هیچ کس برای ملتفت داره و اینکه به هر حال بعد کارا رو خوب نظاره کنه و این داستان‌ها، و اشاره‌ای که داره منظورش اینه که میگه نردبون زیر تو هیچ کس از زیرت کشید که داره تا دینشو تو میچپونه و بهت میگه چیکار کنی چیکار نکنی و تو پشتش در میای این حرفا، و این به من ربطی نداره. و این حرفی که داره میزنیم که توی که میای به من اینجوری میکنی، آقا تقصیر من نیست تو پیشرفت نکردی، تقصیر سیاست های برحال کسی که داره تا دینشو به تو میچپونه، که خب یه تیکه اجتماعی هم هست که برحال به بالا سریا که زور میگن داره. من اومدم که نرم این ناگفته ها میخوان مغزم و از سرم بکنن، اگه بخوام از اعتبار و شرف بگذرم که الان باید نصف این شهر رو سند بزنم. یه آهان من اومدم که نرم این ناگفته ها میخوان مغز و از سرم بکنن، اگه بخوام از اعتبار و شرف بگذرم که الان باید نصف شهر رو سند بزنم. تیکه میندازه به هر حال به کسایی که مخصوصا مهرادیدن که میگه یک قرون تعجب نداری، و همینطور حسین که میاد به هر حال نشون میده که 500 میلیون توشه و بعد میگه برو پی بازی، و تیکای رو میندازه و این یه جوری به همشون میگه که آقا من الان این ناگفته‌ها که تو سرمه میخواد مغزمو بکنه، از اونورم من اومدم که دیگه نرم. یعنی یه جوری که یاسو داریم 100% بیشتر و این خیلی خوبه، احتمالاً پرکارتره. و بعدش هم معلومه دیگه، میگه اگه بخوام از اعتبار و شرفم بگذرم نصف شهر باید سند بزنم دیگه، پس اگه ندارم شرف و به هر حال اعتبار دارم. این ترش هم که به هر حال یه سری استعاره ها میاد که من این دریای بنزین هم در پی جرقه زدن، که نشون میده بسیار مشتعل از این چیزایی که بوده و حالا درست ساکت بوده اما یه دریای بنزینه که منتظر روشنش کنن تا بیاد تو داستان. و خلاصه ما نخواهیم اینجوری چیز کنیم که همش بخوایم همه تیکا رو بگیم، واقعا هم نمیشه، خیلی هم حوصله سربر میشه. تیکای خیلی مهمتری شما سعی میکنم بگم، تا اینجا این تیکای بود که خیلی جالب بود. میریم برای بقیه‌اش. مسئولا برعکس وعده هاشون کلید میخورن، شایدم یه روزی وزیرت کنن، تو کارشون شد پلن بچینن وزیرت کنن، قبل از این که به دسیسه های کسی فکر کنن باید بدونم که این بازی کسی فکر کلنم میام برو، ترجیح ندادم به مسیر بلند، میخوان تو لحظه فقط تو رو اسیرت کنن. این تیکه که شنیدیم خیلی جنجالی تره، میگه شاید هم یه روزی وزیرت کنن، تا کارشون شد پلن بچینن وزیرت کنن، قبل از این که به دسیسه های کسی فکر کنم باید بدونم که این بازی کسی فکر کلن. بعدش هم میگه که میام برو، ترجیح ندادم به مسیر بلند، میخوام تو لحظه فقط تو رو اسیرت کنم. خب خیلی میتونه طیفش زیاد باشه، هم میتونه که به هر حال هیچ کس باشه، که به هر حال منظورش اینه که میگه اینا رو دارم وزیر میکنن، تو رو هم شاید یه روز وزیر کنم. به هر حال نسبت به اون به هر حال داستانایی که داشت و به هر حال میگفت رأی بدین و این داستانها، بعد هم میگه شاید یه روزی وزیرت کنن، که این خیلی باحال این کلمه‌هاش، وزیرت کنن و زیرت کنن، میبینی که چه جوری میشه با یه برحال مکس درست قافیه باحالی در آورد، خیلی باحاله. و خب اینجا تیکه به هیچ کسش اینجاست که میگه تو که داری این حرفا رو میزنی که درباره وزیر و اینا، اینو داشته باش که من قبل از اینکه بخوام به دسیسه‌های کسی فکر کنم باید بدونم که این بازی کسی فکر کلم. و خب یه تیکه رو جانبه رو میندازه، هم به هر حال به کسایی که به نظر میان حکومتیان و حرفای پشتشون هست، و خب کسایی که میگن اینا حکومتیان، و تیکر رو به جفتشون میندازه. برای همین دقیقا میگم که نمیشه گفت این پشت برحال مهراد هیدن در اومده تو این آهنگ یاس یا نه، یه جوری که انگار همه رو دیس کرده. برای مصرفی وسیله شدن، ولی من الهام میگیرم از روح اصیل خودم، با کلی وصله روی بالم، منو بلند پروازم، ببین حتی زخمام عین خودم سربازن. تو قسمت های پایین تر میگه هنرهای مصرفی وسیله شدن، ولی من الهام میگیرم از روح اصیل خودم، با کلی وصله روی بالم، هنوز بلند پروازم، ببین حتی زخمام عین خودم سربازن. که خیلی اینجا خوبه، زخمام عین خودم سربازن، ایهام که یعنی زخمام دارن در راستای کار من میجنگن، یا اینکه
زخمام سربازه، یعنی هنوز زخمام خوش نشده، زخمام که به من زدن. خیلی جالبه. تو استودیوم فقط یکی دو خط کم دارم، جوری می نویسمش که انگار به ذوقم لم دادم. اینا نور سنو میخوان، من تو مخم شم دارم، شب کارم با هر یه مصرع به خودم دم دادم. این تیکشو خیلی دوست دارم، میگه الان تو استودیو فقط یکی دو خط کم دارم، جوری می نویسم انگار به ذوقم لم دادم. اولا که رایمو نگاه کنید، دو خط کم دارم، ذوقم لم دادم، فوق العاده است این قافیه. و حتی پایینش هم حتی ادامه دارم که مخم شم دارم خودم دم دادم، و اینجوری قافیه رو میگه که خیلی خوبه. اما منظور جالبی که اینجا داره، میگه الان تو استودیوم دو خط کم دارم، چونی می‌نویسم انگار به ذوقم لم دادم. منظور چیه؟ یعنی هنوز من انقدر توم شوق و اشتیاق هست وقتی میام تو استودیو که اون دو خطی رو کم دارم جوری می‌نویسم که انگار به ذوقم لم دادم. یعنی من انقدر شیفته به هر حال کارم، هم انقدر هنوز ذوق دارم بعد از این همه سال برای کارم، و انقدر کارم عشق برای خودش. این منظوری که داره. بعد تیکن که میندازه به هر حال به بچه‌ی زد بازی، میگه اینا نور سنو میخوان، من تو مخم شم دارم. حالا اینجا نمیدونم منظورش، من فکر می‌کنم سن به هر حال کنسرت و این داستانا باشه، استیج باشه، ولی میگه من تو مخم شم دارم، اینو دنبال این داستانا، من تو مخم شم دارم. و میگه شب کارم با هر یه مصرعم به خودم دم دادم، یعنی با هر یه مصرعم به خودم جون دادم، نفس دادم، به خودم اعتبار بخشیدم تو این داستان. به هر حال استعاره ای که داره، هنرمند راست گلت مرد و چپ، توف به اون صفی که بشه مرتب و چک، رو ضرب عرش هر وزن و ضربه میکنم، تو عصر پاچه خارا فقط کله میخورم، شک نمی کنم که واسه تن و سلاح باوره که دشمن سکوت فقط ضعف الاخره. و در آخر اینجا انگار یه جوریه که آقا من تیکاشون انداخت به همه. آخرش هم میگه هنرمندا راست دولت مردا چپ، یعنی داشت هم دولت مردا، هم کسایی که ممکنه حکومتی باشن لفظش هست، هم اونایی که برای حال هنرمندن جدا. و تیکه که میندازه توف اون صفی که بشه مرتب و چک، یعنی که تو این صف قراقاتی هست، وقتی میگم تو برو چپ تو برو راست اینجوری نیست، و دولت مردام تو هنرمندا هستن و من باید بیام چکششون کنم و این صف درست شه. منظورش اینه. و میگه توف تو صفی که اینجوریه، و منظورش اینه که این صف صف درستی نیست که همه یا توش بر حال هنرمند باشن یا دولت مرد، اینا از هم جدا نیستن. دیکه ای که میندازه باز برای همینه که من میگم که این اصلا حمایتی از بچه های زد بازی نبوده. شاید هم میرفت این تیکش خیلی باره، میگه رو ضرب عرش هر وزن رو ضربه میکنم، تو عصر پاچه خارا فقط کله میخورم. منظورش هم کاملا مشخصه دیگه، و خیلی قشنگ اینو در آورده و یه ربطی که داره به هر حال به کله پاچه و اینکه اینا پاچه خارن ولی من مغزا رو دارم میخورم، اینا در حالی که دارم پاچه خاری میکنم برای فلان و فلان و فلان، من دارم مغزای ملت رو داستان میکنم، یعنی جابجا میکنم، از اون ور خب اونا پاچه خورن من مغز میخورم کله میخورم. منظورش اینه. خیلی خفن بود این تیکه. و در آخر تیکه که به قاف میندازه و جواب قاف رو میده، میگه شک نمیکنم که واسم تنها سلاح باوره، دشمن سکوت فقط ضعف الاخره. خب اونجا که خاکریز باورم واسدادن و از اون ور قاف گفته بود شاشیدم به خاکریز باور کجد اشاره داره، اما دشمن سکوت فقط ضعف الاخره تیکه داره به اینکه اگه میبینید، یعنی اگه شما به من حرف میزنید من بیام جوابتون رو بدم، یعنی که من ضعف دارم و حالا الاخر. و دیگه اینجوری میندازه و خیلی جالبه، دشمن سکوت فقط ضعف الاخر. آدم که از خودش مطمئنه درسته، وای میسته نگاه میکنه، میذاره اونا خودشونو بزنه. همونجوری که میبینید مثلا میگن عاقلا الکی زیاد حرف نمیزنن دیگه، منظور همچی منظوری داره، میگه منظورش حالا خب ضعف داره کسی که به هر حال سکوت نمیکنه همه جا. نظر من خیلی از من میپرسن به نظرت بهترین دیس ترک این چند وقت کدوم بود، به نظر من همین ترکه و واقعا فوق العاده است. درست کارس و اینا نداره، اما میاد یه تک رپ میکنه خیلی قشنگ با رایمای فوق العاده و یه آهنگ دو پهلو که به همه داره میزنه و یه جوری دیس آله به دولت مرده و حتی کلا اصلا مسائل اجتماعی رو میاره به دولت مرده و هنرمنده و به همه چی، و خیلی جالبه. و همونجور که می‌بینید یه دو دستگی پیش اومده، خیلی‌ها دارن میگن داره زد بازی رو دیس می‌کنه، خیلی‌ها میگن نه داره حمایت می‌کنه، و اینجوری قشنگ ریخته به هم همه رو. دمش گرم، خیلی خوب بود. به نظر من اگه بخوایم نمره به این آهنگ بدیم و اگه اینکه کار سینا رو نداره جدی نگیریم، به هر حال رپر میشه، هر کاری دلم دوست داره هر جوری که خودش میره جلو بره، حالا بعضی از آهنگا میان بریج هم اضافه میکنن این داستانا، اما این اینجوری بود. بر رپ به نظر من یه استایل اینجوری داره که نمیشه براش چارچوب گذاشت، اونجوری که خود دوست داری باله. و اون حالی که این آهنگ میده و این به هر حال داستانی که آهنگ داره، به نظر من نمره 8 عالی ترین نمره است با سش، و واقعا نمیتونیم بگیم که رپ ضعیفی بود، واقعا فوق العاده بود و ترکوند. و دیگه من چی بگم دربارش، واقعا خودم
به نوعی پشمام ریخته و با این موزیک حال کردم. بود از برحال بررسی آهنگ لال از یاس که دیسترک فوق‌العاده بود و جواب همه رو داد. امیدوارم خوشتون اومده باشه و اگه گوش ندید حتما برید یا از رادیو جوان یا از ساوندکلاود گوش کنید و لذت ببرید. خب اولش تو رادیو جوان نیومد ولی الان تو رادیو جوان هست، میتونید برید گوش بدید. صحبت دیگه باقی نمیمونه، حتما نظرتون رو بگید آهنگو دوست داشتید یا نه و اینکه نظرتون رو درباره برنامه هم بگید. صحبت دیگه باقی نمیمونه، امیدوارم همیشه توپ خوب عالی و بمب باشید. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.